روزنامه واشنگتن تایمز طی مقاله‌ای به قلم <applause> کلیفورد رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها درباره سوء قصد تروریستی رژیم علیه گرد همایی بزرگ مقاومت در پاریس نوشت متهم اصلی این تلاش برای حمله تروریستی اسدالله اسدی یک دیپلمات رژیم ایران مستقر در وین که در آلمان دستگیر شد افراد بلژیکی ایرانی الاصل را به خدمت گرفت و در لوکزامبورگ مواد انفجاری را به آنها داد همانطور که گزارش ماه ژوئیه مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا به روشنی نشان می دهد، ماموران جمهوری اسلامی چند ده است که در اروپا دست به قتل به اعمال تروریستی می زنند. این مقاله ضمن تاکید بر استمرار تلاش‌های حکومت آخوندی چه در راستای دستیابی به سلاح اتمی و چه در ادامه برنامه موشکی و دخالتهایش در منطقه بر ضرورت برخورد قاطع کشورهای اروپایی و پایان دادن به مماشات با این دیکتاتوری تروریستی تاکید می کند.